هدایت شد. در نام مسیح کمکم کن، روح پاک تو در دهان من قرار بده، آمین. راز پنهان قسمت 66، جو ایران خرابه، باید دگرگون بشه. آداب و رسوم، فرهنگ، چه قبلن چه حالا، چه شاهی و چه اسلامی، همه و همه باید برن، برای اینکه بوی گوشت مرده میده، باید عوض بشه، باید بره. عزیزان من، این دگرگونی که من ازش صحبت میکنم یک دگرگونی عمیق، اجتماعی، فرهنگی، روحانی است که در تاریخ برای همیشه جا میگیره. و بهتون بگم عزیزان، بدون بیداری عمیق و توبه عمیق از ته دل از طرف مردم ایران امکان پذیر نیست، امکان نداره. فراموش کن که این حکومت اسلامی بده، همه چیز در ایران بده، بد بود، بد هست و باید بره، ولی خدا اجازه نمیده این شرایط عوض بشه. اگر توبه تو ایرانی وجود نداره، مسئولیت رو باید از هم قبول کنی. تقصیر شاه نیست، گناه خامنه ای نیست، تقصیر خمینی نیست، گناه ایران. مردم ایران باید توبه کنند. عزیزم باید توبه کنی، توبه از گناه. راه باید عوض بشه، باید از دزدی کردن آر داشته باشی، خسته شده باشی، توبه کنی. عزیزم باید دروغ نگی، سر خودتو شیره نمال، تو گناهکاری. نمیخواد جلوی ضعفاتو بگیری و به کسی نشون ندی، گناهکاری، باید توبه کنی. قلبتو پر از نفرت، عزیزم قلبتو پر از نفرت، یا از حکومت اسلامی نفرت داری یا از حکومت شاهنشاهی، یا از آمریکا بدت میاد یا شوروی یا انگلستان و یا عربستان. اسرائیل هم فراموش نکن. توبه کن عزیزم، از نفرت توبه کن، باید عوض بشی. عوض شدن ممکن نیست اگه توبه نکن. خدا کمکت نمی کنه و در ایران حضور نخواهد داشت اگر
عمق فکری تو عوض نشه، تغییر پیدا نکنه، دگرگون نشه. ای ایرانی، مسیح رو بپرست، مسیح خداوند است، همیشه در کارهای کوچیک به او اعتماد کن، حتی اگر هیچ منفعتی برای تو نداشته باشه، از ته دل هر کاری که میکنی مثل این بکن که برای خدا انجام میدی، با کمال میل و به نحوه احسن انجام بده. توبه تو ایرانی باید از اعماق وجودت باشه، البته باید حقیقی باشه تا جهانی بشه. میدونید چطوری جهانی میشه؟ در کارهای کوچک وفادار باش و نسبت به خدا و دیگران همین باش. به این وسیله است که خداوند در تو ایرانی حضور پیدا می‌کنه. به این وسیله است که خداوند کرسی صندلیش وارد ایران میشه. جو کاملا عوض میشه و نفرت به عشق و محبت تبدیل میشه. دیگه نفرت جایی در دل ما ایرانیان نخواهد داشت. درهای بهشت در آسمان برای ایرانی باز شده است. عزیزان من، این یک شعار نیست، واقعا میگم شعار نیست، یک راز پنهان است که خداوند برای ایران و ایرانی باز میکند. عزیزان من، ای ایمانداران مسیحی، میدونید چرا اتحاد نیست؟ برای اینکه اطاعت نمی کنید. عزیزان، از خداوند اطاعت نمی کنید. خداوند حضور نداره برای اینکه اطاعت نمی. چی در دست داری؟ ای ایماندار، همش برای ایران دعا میکنی، چه در دست داری؟ اونو استفاده کن برای جلال خداوند به کار ببر. این اطاعت توست. میگی من زیاد پول ندارم به فقرا کمک کنم. دهشایی داری؟ دهشایی رو در راه جلال خدا بکن. راه میتونی بری؟ قدرت راه رفتن خدا بهت داده؟
برو یک تنهای مریض و در بیمارستان برای جلال خدا ملاقات کن. هر چیز داری برای جلال خدا به کار ببر. این اطاعت از خداست و به همین خاطر است، به خاطر اطاعت خدا حضور داره و درهای آسمان باز شده است و ایران آزاد است. عزیزان من، دوستان من همه چیزو نمیدونم، ولی یک چیزو اصلا شک ندارم، نفرتو از دلت دور کن و دیگران رو محبت کن. این راز پنهان برای ایران است. شکر پدرم برای موقعیتی که به من دادید.